اگر طرفدار فیلم و سریال های ایرانی هستین، حتما سریال جیران خاتون رو دیدین که این روزها حسابی جنجال به پا کرده. همونطور که میدونید توی تاریخ باستان ایران زمین سلطنتی به اسم قاجار وجود داشته که سریالی خانگی به اسم جیران خاتون از زندگی نامه جیران و سلطان و حرم سرایشون ساخته شده. ما هم توی این ویدیو سعی داریم به داستان واقعی جیران بپردازیم، چون همینطور که میدونید این فیلم یک فیلم تاریخیه و داستانش بسیار جذاب و دیدنیه. کانال ما رو سابسکرایب کنید و جزوی از خانواده بزرگ لژند کلاب باشید. حالا میریم سراغ ویدیوی امروز. جیران خاتون کی بود و اینکه چطوری جیران شد؟ خدیجه تجریشی دختری زاده روستای تجریش در شمال تهران که در دوری قاجار ییلاق مورد علاقه دارالخلافه بود. هوای دلپذیر و خنک و باغ‌ها و سبزه‌های اونجا باعث می‌شد جهانگردان به طرف این روستا کشیده بشن. خدیجه تجریشی که همه اونو به اسم جیران میشناسن، ملقب به فروخ سلطنه بوده و یکی از همسران محبوب و نخستین سوگلی ناصرالدین شاه قاجار بوده. دی زبان ترکی آذربایجانی جیران به معنی غزال یا همون آهو هست و شاه با دیدن این خاتون نام اونو از خدیجه به جیران تغییر داد. خدیجه دختر محمد علی تجریشی که باغبان و نجار اهالی قریه کوهسار تجریش در شمیران تهران بود هست. جیران زنی جسور، بی‌پروا، اسرارآمیز و شجاع بود که همانند زنای دیگه روسیه خود به کارای خونش مشغول بود. اون همیشه چکمه می‌پوشید و اسب سواری می‌کرد. حالا بریم سراغ نحوه آشنایی ناصرالدین شاه با جیران خاتون. گفته‌های متفاوتی در رابطه با لحظه آشنایی شاه با این خاتون زده شده. توی کتاب اعمال سلطنه تقی دانشور لحظه ملاقات ناصرالدین شاه با جیران اینگونه ذکر شده. هنگامی که شاه برای شکار بلدرچین از اندرونی و قلعه خودش خارج میشه به سمت شمیران و تجریش میره، گویا چند بلدرچین برای درخت توتی بودن و شاه برای شکار آنها اسلحه خود را بالا میگیرد تا شلیک کند. ناگاه نگاه سلطان به دختری که بر روی شاخه قطور درخت نشسته میافتد که مشغول خوردن توت است. آن هنگام دخترک اعتنایی به شاه نکرد، ولی شاه دلباخته این دخترک دهاتی شد و یک دل نه بلکه صد دل شیفته این خاتون روستایی شد و به دلیل درشتی چشمانش نام او را جیران صدا کرد. در آن هنگام ناصرالدین شاه در حالت شوخی و مزاح رو به دختر کرد و گفت زن من میشی؟ اما جیران بدون دانستن و بی‌توجهی به اینکه شاه مملکت روبرویش است گفت من زن شاه هم نمیشم، تو چه میگویی؟ و به حالت راحت را بکش و برو مکالمه را به پایان رساند. و اما در روایت دیگری توسط عباس امانت گفته شده که خدیجه تجریشی ابتدا برای رقص و آواز به حرم سرا آورده شده و کمی قبل از مرگ امیر کبیر در جمع ملازمان مهدی علیا دیده شده و همون لحظه به اون دل باخته. البته یک روایت دیگه هم از مونس و دوله هست که ندیم و کنیز انیس و دوله بوده، یعنی همون همسر و سوگلی ناصرالدین شاه بعد از جیران. این روایت اینطور میگه: شاه در هنگام تفرج دخترانی رو میبینه که زیر درخت توتی نشسته بودن که جیران خاتون هم در بین اونها بوده و اونجا با جیران برخورد میکنه. در اون هنگام شیفته یه چشمان درشت و سیاه این خاتون میشه. دستور میده که نام و نشانی این دخترک رو کسب کنن و پدرش رو پیدا کنن. ناصرالدین شاه اینقدر اونجا ایستاده تا خواجه‌ها و افرادی که فرستاده بیان و نام پدر و اصالت دختر رو به شاه تقدیم کنن و همین شد که اون لحظه خدیجه به حرم سرا برده شد و نام او جیران شد. اما حسین لال در کتاب قبله عالم این آشنایی رو کاملا متفاوت بیان میکنه. اون میگه که
نصرالدین شاه در هنگام پیریش با جیران آشنا شده و زمانی که سوار بر کالسکه‌ای به طرف صاحب قرانیه بوده، صدای آواز دلنشین و زیبایی رو میشنوه و از کالسکه خودش پیاده میشه و به دنبال این صدا میگرده تا اینکه جیران رو پیدا میکنه و عاشق اون میشه و خاتون هم که محو جمال زیبایی شاه و پوشش اون شده بوده به سرعت درخواست ازدواج رو قبول میکنه. خلاصه که هر کدوم از این داستانهایی که بیان شده آغاز زندگی پرپیچ و خم جیران خاتون و تحول در قوانین حرمسرای ناصرالدین شاه قاجار بوده. به نظر شما کدوم یکی از این روایت ها به واقعیت نزدیک تره؟ به نظر من که هیچ کدوم داستان واقعی که هست رو نمیتونن بیان کنن، یا حداقل با توجه به قوانینی که اون زمان حاکم بوده شاید صحبتی که عباس امانت و روایتی که اون گفته خیلی منطقی تر به نظر بیاد. البته که این فقط نظر منه، دوست دارم نظر شما رو بشنوم. این پایین نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستتون معرفی کنید. راستی، یه دکمه زنگوله اون پایین هست که وقتی روش کلیک کنید میتونید همیشه اولین مهمون ما برای ویدیوهای جدیدی باشید که آپلود میکنیم. تا ویدیوی دیگه از لژند کلاب، خدا نگهدارتون.